این برنامه همیهنان گرامی یک برنامه اقتصادی است. در این برنامه یکی از برجسته ترین اقتصاددانان ایران آقای دکتر حسن منصور مشارکت دارند. خدمت ایشون عرض سلام میکنم. آقای دکتر درود بر شما. سلام جناب آقای مهری و سلام خدمت همه بینندگان عزیزتون. آقای دکتر بفرمایید که یکی از همیهنان از بینندگان تلویزیون اندیشه از شما خواستن اسم کتاباتون رو اعلان کنید اگر ممکنه میخوان بخونن. از کنم غالب کتابایی که بنده منتشر کردم قربان در ایرانه، وقتی که ایران بودم، یعنی همه الان دیگه به تاریخ پیوستن ولو که تجدید چاپ میشن و برخی کتابای درسی هند ولی ازشون تاریخ گذشته. در خارج من یا مقالاتی نوشتم به صورت کتاب در نیاوردم و یا کارهای تحقیقی انجام دادم به صورت پیپر ارائه کردم و اینها به زبانهای عرض کنم انگلیسی، فرانسه و سوئدی هستن. به این ترتیب به سه زبان می نویسی شما؟ به این سه زبان می نویسم بله. عرض کنم به این ترتیب من کارهای انتشاراتی رو شما بهتر می دونید، وقتی که در انتشارات دانشگاه مسئول بودم انجام دادم و در اون مدت در حدود یعنی دقیقاً 258 مجلد کتاب دانشگاهی رو ادیت کردم و در واقع آغاز کار ادیت بود و در واقع ایجاد یک زمینه یا به اصطلاح بنیانسازی برای کار ادیتوریال بود که در اونجا شما یک بار تشریف آوردید، یادم با آقای دکتر بهزاد هم دیدار کردید در اونجا. این فعالیت انتشاراتی بود. به این ترتیب از اون مجموعه عرض کنم 258 کتاب حدود 20 تاش رو یا بنده تألیف یا ترجمه کردم و یا مستقیما از سطر تا ذیلشون ادیت کردم. غالب کتابای اقتصادی هستن و در دانشگاه تهران هم بعضیشون کتابای درسی هستن، ولی چیزی که بتونم عرضه کنم این کتاب رو مثلا در این سالهای اخیر در اینجا نوشتم چیزی وجود نداره. مقالات فراوانی به درخواست دوستان در نشریات مختلف از جمله در رهاورد چاپ کردم. بین در 4 سال گذشته 5 سال گذشته به طور منظم هر شماره یک مقاله در زمینه مسائل جاری اقتصادی ایران نوشتم. گاهی هم دو مقاله دیدم. ممکنه بعضی وقتا. بله. بله. موفق باشید آقای دکتر. سپاسگزارم. اون 258 کتاب ادیت شده شماست؟ من مسئول ادیتوریال دانشگاه بودم. بله. اونجا ما هیئت‌های ادیت تشکیل داده بودیم، یعنی بنده این کار کرده بودم. از تمام صاحب قلم‌ها، صاحب نظرها دعوت کرده بودم و اینا رو عرض کنم به صورت گروه‌های تخصصی در تمامی زمینه‌های علوم دانشگاهی سازمان داده بودیم. کتاب وقتی دستمون می‌رسید بعد اینکه که ارزیابی های اولیه انجام می گرفت صرف نظر علمی و فنی به دست اون گروه متخصص، مثلا شیمی بود به دست یک گروه 3 نفره از شیمیدان ها می سپردیم، طبیعی بود به دست طبیعیدان ها می سپردیم، ریاضی همینطور در هر زمینه ای، و به این ترتیب این کارا ادیت می شد. ولی در نهایت کار بنده باید اینا رو اول می دیدم و در جریان کار هم بودم از اول و در پایان باید تایید میکردیم که این آماده چاپ با مسئولیت، در نتیجه میرفت به چاپ. به این ترتیب در اون مدت قریب 4 سال حدود یعنی دقیقا 258 کتاب چاپ شده بود که به صورت منقح دارای، یعنی قبل از اون واقعا کتاب در دانشگاه تهران اقلا تعریف درستی نداشت، چه بسا کتابی شروع میشد بدون مقدمه، بدون پیشگفتار، بدون لغتنامه آخری، وسط خط میشد به جلد دوم میرفت. ولی تمامی اینها در اون 3-4 سال سامانی گرفت و کتاب به صورت عرض کنم منقح، تمیز، وقتی هم تمام ادیت علمی تمام میشد، ادیت محتوایی، ادیتوریال فارسی نگاه میکرد که به لحاظ فارسی هم زیبا باشه. هر تغییری داده میشد
به نظر خود مؤلف و مترجم کتاب میرسید با تایید ایشان چاپ میشد. یعنی دخل و تصرفی نمیکردیم. آقای دکتر بهزاد هم در اون زمان همکار شما بودن؟ دقیقا بله. ایشون یکی از بهترین دوستان من بودن در دوران دانشکده. انسان بسیار فرهیخته و دوست داشتنی است. هم خودشون هم پدرشون. پدرشون در اونجا در واقع یکی از افراد بسیار فعال ما شده بود در زمینه علوم طبیعی. بله. استاد علوم طبیعی بودن. بله درست. مرحوم احمد آرام در زمینه‌های مربوط به خودشون خیلی فعالیت میکردن با همون. تاریخ. فلسفه، عربیات، مثلا کتاب النهایات و المسافات بیرونی روشون ترجمه کردن برای ما در اونجا. و کتابی اگر در اون زمینه ها دستمون میرسید ارزیابیشو به احمد آرام میسپردم بنده. آیدید درباره نفت کتاب نوشتین؟ درباره نفت مطالب زیادی نوشتم، عرض کنم به زبانهای مختلف، چون این زمینه در واقع زمینه کار تحقیق خود من هم بود در دوره دکتری. دوره تخصص چیز رو اقتصاد رو در زمینه اقتصاد نفت گذروندم. رسالم هم در زمینه نفته و بعد از اون در همین چند سال اخیر مثلا 5 مقاله منظم درست به در ارتباط با مسائل بازار نفت جهان نوشتم و در واقع در پرتو این نگرانی که از قیمت نفت داشتم، قیمت نفت به 120 دلار که رسید فروشندگان نفت بسیار خوشحال بودند. من به شدت نگران بودم برای اینکه این در واقع زنگ مرگ تولید کنندگانه. وقتی قیمت به 100 میرسه، 120 میرسه، یعنی در چند سال آینده که قابل محاسبه است چقدر طول میکشه، اینها از بازار اخراج میشن. به این ترتیب انرژی های جانشین جاشو میگیره. برای این معیاری وجود داره، اسمشو میگیم انرژی یا قیمت مارجینال. قیمت مارجینال قیمت آخرین 1 میلیون بشکه است که در دنیا تولید میشه، هزینه اونه. وقتی قیمت از اون هزینه بالاتر بره، سرمایه گذاری های فراوان به بازار جذب میشند. در نتیجه انرژی جانشین معمولا 4 تا 5 سال طول میکشه، یعنی میگیم لید تایم. انرژی جانشین میاد بالا و جای اون عرضه کنندگان، تولید کنندگان رو میگیره. بدون قیمت نفت در ایران مثلا امروز به حدود 20 دلار در بشکه رسیده، اون روز در حدود 10 دلار بود، زمانی در حدود فقط 1 دلار بود. در عربستان سعودی همینطور قیمت ها بسیار پایینه، هزینه های تولید. ولی وقتی قیمت در بازار معادل است با قیمت آخرین 1 میلیون بشکه، یه هزینه آخرین 1 میلیون بشکه تولید شده، یعنی اون روز 70 تا 75 دلار، در اونجا خطری تهدید نمی کنین تولید کنندگان کم هزینه رو، برای اینکه دیگران نمیتونند تولیدشون رو بیشتر بکنن، برای اینکه به اونا نمیصرفه. ولی وقتی قیمت 70-75 میموند، در این صورت فاصله بین هزینه تولید مثلا در ایران از 20 دلار تا 75 دلار، این سودی است که نصیب ایران میشه. اینو میگیم رانت. این رانت نصیب تولید کننده اوپک میشه. اما وقتی قیمت در بازار برسه به 75-80، خب برای هر تولید کننده میصرفه در این میدان های مارجینال که سرمایه گذاری کنند و بیان تولید کنند. و در نتیجه اگر این دوام پیدا بکنه، این قیمت بالا برسه به 90, 100, 120, 140، در این صورت این به صورت قطعی بازار از دست تولید کنندگان اوپک میره و جایش انرژی های جانشین میان. از این نظر من در واقع برای هشدار بود که این مقاله رو نوشتم. توصیه مستقیمم به اوپک، کشور اوپک، این بود که از مکانیزمایی که در دست دارن استفاده کنن، قیمت رو هر چه زودتر بیارن به 70، نگذارن در حد 90, 100, 120 بمونه، که چنین نشد البته و رسید به اونجا که بعد افتاد به 20. امروز در حدود 50-55 نوسان میکنه. آقای دکتر منصور بفهمید که آیا این درسته که نخستین
بنیانگذار یا نخستین مدیر عامل اوپک یک ایرانی بود، آقای دکتر روحانی؟ دقیقاً دکتر روحانی، بله. اون روز ببینید 1960 بود. اوپک که بنیانگذاری شد نقش سمبولیک داشت، نقش خیلی مهمی نداشت. ولی ایران چون اعتبار زیادی داشت نزد همکاران اوپک و در سطح جهانی و کارشناسانی زیادی هم داشت، یعنی از سال 1950 تا 1960 شرکت ملی نفت ایران تبدیل شده بود به یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان و در جنبه‌های مختلف فنی، حقوقی، اقتصادی متخصصان برجسته‌ای تربیت کرده بود. به این ترتیب ریاست این سازمان به دکتر روحانی سپرده شد و قضیه ادامه پیدا کرد. اولین نقش تاریخ ساز اوپک در 1973 بود که بروز کرد و اونجا شرایط ویژه‌ای پدید اومد که در این زمینه کتاب‌های مفصلی نوشته شده. اون شرایط ویژه که پادشاه ایران به عنوان رهبر سیاسی اوپک شناخته شد و گفتن عقاب اوپک، بله درسته، در مطبوعات فرانسه از او به عنوان عقاب اوپک یاد میگن. بله درسته، برای که نقشیشون خیلی تعیین کننده بود و اطلاعات نفتی ایشان هم بسیار جالب بود. یعنی در تمام ظرایف نفتی ایشون غور میکردن و یاد میگرفتن مسائل رو و رهبری اقتصادی و تولیدیش در درجه اول در دست عربستان سعودی بود. همه به رهبری پادشاه ایران گردن نهادند و اون قضایای یا شرایط مشخصی پدید اومده بود، قیمت نفت رو در حدود 4.14، یعنی حدود از میخوام در حدود 2.14 دلار رسون به 7 دلار، 9 دلار تا 14 دلار. و درست در اونجا نقش رهبری پادشاه ایران باز قابل ذکر و قابل توجه، در شرایطی که اونایی که واقعا بازار نفت رو نمیشناسن مرتب فریاد میکردن که نه قیمت نفت باید خیلی بالاتر از اینا بره، پادشاه ایران با یک آگاهی دقیق گفتن که قیمت نفت باید در حدود 7 دلار باشه. خب طبیعی است که با مخالفان چپگرایی که شون داشتن همه فریاد کردن که شون در خدمت نفتخواران جهان قرار گرفته، در حالی که بازار 10 دلار 12 دلار میده ایشون میگه قیمت تا 7 دلار میتونه بیاد. نظر ایشون مبتنی بود بر اینکه اون روز هزینه تولید میدانهای مارجینال نظیر دریای مکزیک در حدود 7 دلار در بشکه بود. اگر بالای 7 دلار میرفت همون پدیده که من درز کردم اتفاق میافتاد و اوپک بازی رو میباخت. به این ترتیب با تمام این قضایان نفت در حدود 10 دلار 9 دلار تثبیت شد و پیامدهای قضیه از 73 تا 80 که در واقع شوک دوم به بازار نفتی وارد آمد با انقلاب ایران ادامه پیدا کرد و نوسان‌های نفتی که همه نوسان‌های قانونمند هستند، یعنی قابل پیش بینی به لحاظ علمی، قابل تحلیل، معجزه‌ای توطئه‌ای انجام نمیگیره در این بازار. مثل تمام بازارها انتریک توش وجود داره، ولی قیمت، تشکیل قیمت در اونجا قوانین استوار علمی داره و میشود توضیح داد، حتی میشود تا حدود زیاد پیش بینی کرد. بسیار متشکرم آقای دکتر. من به مناسبت روز جهانی دموکراسی 15 سپتامبر یه پرسشی از حضورتون دارم، امیدوارم که پاسخ بدهید. ببینید دکتر، با نگاهی به کشورهای جهان به نظر میرسد که ثروتمندترین کشورهای جهان مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا دارای حکومت‌های دموکراتیک هستند و فقر زده‌ترین کشورها در آفریقا، آمریکای لاتین یا پاکستان و بنگلادش دچار حکومت‌های غیر دموکراتیک هستند. به نظر شما آیا میتوان نتیجه گرفت که میان دموکراسی و رفاه اجتماعی رابطه‌ای وجود دارد؟
بله، سوال بسیار جالبی است جناب مخلی عزیز. ببینید، انسان در طی تاریخ چند هزار ساله مدون خود انواع حکومت ها رو تجربه کرده. حکومت ها عموما متعلق بودن به ایلات و قبایل، در ایران هم مثلا ایل افشار، ایل قاجار عرض کنم. حکومت جهانگشایان رو تجربه کرده، حکومت چنگیز، تیمور، آتیلا. حکومت های نظامی در آمریکای لاتین ببیشه سالها تحت این حکومت ها زندگی کردن. حکومت های رهبران دینی و ایدولوژیک، ام از عرض کنم دینی که عرض کنم قدرت خودشون از آسمان میگیرند، یا ایدولوژیک کسانی نظیر استالین، لنین، پورپوت، یا خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس تا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی امروز. در کنار این پدیده حکومت های دموکراتیک، یعنی یک شیوه معین تعریف شده برای اداره امور عمومی مبتنی بر اراده فرد، قانون منبعث از اراده فرد که مکانیزماش تعریف شده با تمام تنوعاتی که وجود داره، دموکراسی یه مفهوم بلورین داره و اون این است که اراده فرد شهروند تعیین کننده قوانین آن است. در جامعه قانون حاکم است نه اراده فرد. این هم در حدود از 300 سال پیش آغاز به رشد کرده و در تمام مراحل عموما عرض کنم بالا و پایین رفتن ها مراحل تکامل رو پیدا کرده. از بین این انواع حکومت ها بدترین و شریرترین حکومت ها حکومت های دینی و ایدولوژیک بودند. شما تجربه قرون وسطای اروپا رو در دست بگیرید، تجربه عربستان سعودی امروز رو، تجربه ایران امروز رو و تجربه حکومت های ایدولوژیک نظیر حکومت لنین، استالین، پولپوت و ماو و نظیر اینها رو. اینها در واقع شریرترین حکومت های تاریخ انسان هست و حکومت های دموکراتیک به عنوان کمبدترین حکومت جهان، این اصطلاح رو در واقع از چرچیل میگیرم که گفت تمامی حکومت ها شرند، تمامی حکومت ها شرند، حکومت شر ناگزیر است و دموکراسی کمترین شر است. از این نظر چون حکومت در نفس خود شر تعریف می شود، هرچه کوچکتر بهتر، حیطه تصرف او هرچه محدودتر بهتر و دموکراسی می کشد. دموکراسی خواهان به ویژه اونایی که دموکرات های لیبرال هستن می کشن نقش دولت رو هرچه کمتر بکنن و این رو به حوزه های معینی برانند. در زمین اقتصاد فقط زمین سازی و زیر سازی اقتصاد رو از دولت طلب میکنند، یعنی تنظیم بازارها، عرض کنم پدید آوردن سازمانهای نظارت به کیفیت کالاها، استاندارد سازی و اینها بپردازه و زمینه سازی در زمینه راهها، ناوگانها، شبکه های اینترنت و اینها. اینا میتوان اینها رو به دولت واگذار کرد و الا دخالت در امر مستقیم اقتصادی رو از دست دولت بیرون میاره حکومت دموکراتیک. این که اشاره فرمودید، بله، ثروتمندترین کشورهای جهان کشورهای دموکرات هستند. دموکراسی بعد اقتصادیش بازاره، بازار آزاد رقابتی، نه بازار انحصاری. در نتیجه حکومت‌های دموکراتیک لیبرال می‌کوشند که بازارها را به صورت رقابتی در بیارن، برای اینکه در اونجا هم تولید افزایش پیدا می‌کنه، هم توزیع به صورت معقول انجام میگیره، یعنی فاصله فقر و ثروت رو هم میشود با مکانیزم های بازار تنظیم کرد. در نتیجه وقتی این مقایسه رو انجام میدیم، اونجا به نظری که در سوالتون ابراز فرمودید میرسیم که بله، بین دموکراسی و رفاه اجتماعی، دموکراسی و تولید ثروت، دموکراسی و توزیع ثروت یک روابط معقول وجود داره. شما فقط کافیست به عنوان آخرین نکته عرض بکنم، کافیست دو تا نمونه برجسته رو در همین تاریخ معاصر ما در نظر بگیریم. آلمان شرقی و آلمان غربی مثل سیب دو تیکه شد، یک طرفش در دست استالین قرار گرفت، یک طرف دیگرش زیر قیمومیت آمریکا و انگلیس و فرانسه قرار گرفت. بعد از 40-50 سال
آلمان شرقی تبدیل شده بود به یک کشور عرض کنم متسلب، سخت و فقر زده، در حالی که آلمان غربی کشوری بود بسیار ثروتمند و یکی از بزرگترین روشهای جهان رو به خود اختصاص داده بود، هنوز هم هست. نکته یا نمونه دوم کره است. حدود 60 سال پیش پدید اومد کره شمالی و کره جنوبی، در واقع در اون جنگی که در کره انجام گرفت به کمک برخی از کره‌ای ها به کمک چین و شوروی بخشی از کره رو گرفتن به نام کره شمالی. خب اینا زیر نظام کمونیستی قرار گرفت، در حالی که کره جنوبی زیر حکومت دموکراتیک، ولی حکومتی که دموکراتیک با قیمومیت آمریکا بود، یعنی این عیبش بود. با وجود این امروز شما ملاحظه بفرمایید کره شمالی تولید ملی سالانش میرسد به 15 میلیارد دلار و کره جنوبی به 1450 میلیارد دلار، یعنی در حدود 90 برابر کره شمالی تولید میکنه کره جنوبی. این نشون میده که ولو که این همون جمعیت رو داره، همون فرهنگ و زبان رو داره، همون پیشینه رو داره، یکی در ذیل کمونیسم بوده، دیگری در ذیل سرمایه‌داری حکومت لیبرال بوده، ولو که عرض کردم همش در حکومتش لیبرال نبود، بلکه برای اینکه حکومت‌های سخت نظامی هم گذرون، برای اینکه شرایط ویژه اونجا و قیمومیت آمریکا وجود داشت. با وجود این از نظر ثروت این امروز یکی از بزرگترین ثروتمندترین کشورهای جهان است، در حالی که کره شمالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان و خشنترین کشورهای جهان. در نتیجه درسته بله، می شود در این زمینه مطالب بسیار زیادی رو عنوان کرد، ولی بنده بسنده می کنم برای اینکه حوصله شنوندگان عزیز رو نبرم، برای اینکه در بین اقتصاددان ها هم در واقع فقط این مختصر کنم به این نکته که اقتصادهای بسته، اقتصادهای دیکتاتوری هم پیامبرانی توریسیان هایی دارن. از چند نفر نام ببرم، مثلا توماس کارلایل، استیوارت چمبرلین، اوگست کونت، جورج سورل، فیخته، رودبرتوس، لاسال، سومبارت، اوزوالد شپنگلر، اینا نظریه پردازانی هستن که نظریهشون به اقتصادهای بسته کمک رسونده، به اقتصاد نوع هیتلری کمک رسونده و در برابر اقتصاددانانی هستن که پایه‌گذار اندیشه های لیبرال بودند که در واقع ادامه اونها به انگلیس و فرانسه و ژاپن امروز رسیده. اینا نظیر دکتر کنه، مرکانتلیست ها، آدم اسمیت، ریکاردو، مارشال، سولو، فردمن، لافر، کارل منگر، فون مایزر، هایک و شومپیتر و در این سلسله میشه از کسان دیگر نام برد. به این ترتیب پایه نظری هم داره این دوتا از کنم شیوه زندگی، و حکومت های لیبرال هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی اینا نگران آزادی فردند و معتقدند که هر قانونی باید از اراده شهروند بلند شه، هیچ مانع آسمانی یا زمینی در برابر اون نباید قرار بگیره و دولت وظیفه دارد که شر حکومت رو به حد اقل برسونه برای فرد و مجال اطلاع فرد رو از نظر فیزیکی و از نظر فرهنگی که زندگیش رو با آزادی ادامه بده پایان برسونه، این رو تأمین کنه. و این رو هم اضافه کنم که نظریه پردازان دموکراسی گفتند که در شرایطی که دولت از انجام این وظیفه خود کوتاهی کند، قیام و انقلاب علیه اون مجاز. خیلی ممنونم آقای دکتر. یه سوال دیگه دارم و اون این است که دومین دولت آقای حسن روحانی کابینش رو تشکیل داد و با چالش‌های بزرگی روبرو شد، مثل سونامی بیکاران کشور. سوال من این است که آیا در این دولت اراده و توان حل معضل بیکاری رو میبینید؟ اصلا وجود داره درش؟ باز عرض کنم یه مسئله بسیار اساسی ایران، مسئله روبرو شدن با پدیده رکود. میدونید که دولت اول آقای روحانی، دولت 11، کوشید
رکود تورمی رو درمان کنه. خب اولویت رو دادن به تورم که ساده تر بود و 4 سالی گذشت، تورم از حدود 40 چند درصد به حدود 10-15 درصد پایین اومد. در اواخر دولت 11 این نظر مطرح شد که عرض کنم کوتاه مدت می شود تورم را اندشی برگردوند، یعنی دوباره تزریق پول کرد برای رکود تعمیق نشه، که من مخالفش بودم. با وجود این نظری بود که عنوان شد و پیش رفت. عرض بکنم برای دولت 12 برنامه ای رو اعلام کردن به نام برنامه اشتغال فراگیر برای 1396. یک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم درست کردن با شرکت تمام سازمان ها و وزارتخانه های مهم نظیر سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و معاون اول ریاست جمهور. خب پشت این سازماندهی برنامه رو فکر کردن با این هدف که 971,000 شغل ایجاد کنه، 971,700 شغل به صورت نزدیک 1,000,000، قریب 1,000,000 شغل ایجاد کنه. عرض کنم بعد گفتن که اینا رو تقسیم کردن به بخش‌های مختلف، گفتن که 254,000 شغل رو بخش صنعت و معدن تولید خواهد کرد، 105,000 تا رو از طریق کارورزی فارغ التحصیلان تأمین می‌کنیم، 90,000 شغل رو در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و الی‌آخر. سازمان‌هایی که باید این کارا رو انجام بدن، وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران، اینا باید در ایجاد شغل مسئولیت بپذیرن، کار بکنند. عرض کنم رسیده به تامین مالی این قضیه، گفتند شب در حدود 21,500 میلیارد تومان، یعنی 21,5 تریلیون تومان برای این برنامه پول اختصاص داده شده که 20,000 میلیارد تومان اون رو باید شبکه بانکی بپردازه، تامین بکنه. 1,000 میلیارد تومانش از صندوق توسعه ملی و 0.5 میلیارد تومانش از طریق اعتبارات بودجهی دولت. خب این از محل تامین بودجه این برنامه است. سوال‌های جدی مطرحه، اون این که خب نظام بانکی که خودش زمینگیره و در حدود 300,000 میلیارد تومان پولش در جاهای مختلف از جمله حدود 80,000 میلیارد تومانش در دست خود دولت قفل شده، چگونه میتونه 20,000 میلیارد تومان هزینه این پول رو تامین کنه، هزینه این برنامه رو تامین کنه؟ اینا همه سوالی هم که ایجاد مسئله می کنند در برابر این طرح دولت. حالا بگذاریم از اینکه ایجاد اشتغال اصولا طرح دولت نیست، کار دولت نیست، دولت باید زمینه سازی بکنه، ولی در اقتصادی که حدود 80% کل اقتصاد در ذیل بودجه ملی میاد، دولت وظیفه داره در این زمینه ها کاری بکنه. آخرین نکته اشاره کنم، اون این که وقتی شما به این رقم بودجه، یعنی بودجه‌ای که در نظر گرفت، حالا از کجا میاد نمیاد، اینا جای خود داره، ولی اگر این رقم 21,500 میلیارد تومان تامین بشود، معنیش این است که برای هر شغل حدود 5500 دلار پول اختصاص داده میشه، در حالی که ما میدونیم برای ایجاد یک شغل، یک فرصت شغلی در بخش صنعت به طور متوسط در حدود 50,000 تا 60,000 دلار لازمه و این 1/10 به جایی ره نمیبره. نگرانی بنده این است که دولت به طوری که قبلا هم انجام داده این اشتغال رو در بخش‌های غیر مولد تولید کنه. شما فقط حساب
بکنی که بنیاد موزه کیسارگران، بنیاد برکت، اینا چه کارهایی میتونن ایجاد کنن؟ یه خدمات احیانا، خدمات ایزا که وجوده، یعنی اون خدمات نظیر بسیار از خدمات جمهوری اسلامی عرضه میکنه، نظیر خدمات کنترلگران پلیسی، خواهران زینب، اینا این نوع خدمات رو پدید بیارن، به نابغه در کاغذ اشتغال رو بالا ببره ولی به تولید ملی اضافه نه. این پدیده اتفاق شده که افزایش اشتغال در کشور با افزایش تولید ملی توأم نبوده، برای اینکه تولید این شغل ها در زمینه های غیر مولد بودن و وقتی تولید در زمینه غیر مولد باشه، چون اون تولید کننده به ناچار حقوقی دریافت میکنه، این منجر به تورم میشه. به این ترتیب دولت در برابر یک سونامی بزرگ قرار گرفته. در ایران هم مورد بحث از خانم کنفرانس و نشست ها و برخواست ها و حتی گفته ها و نوشته های منتشر میشه، ولی نگرانی این است که رقم رسمی 3 میلیون بیکار امروز در 2-3 سال آینده تا حد 6-7-8 میلیون افزایش پیدا بکنه، برای اینکه فارغ التحصیلانی که الان پشت دیپلمشون قرار گرفتن هر سال از اینا رقم بزرگی آزاد میشن، فارغ التحصیل میشن و قدم به بازار کار میگذارن، در حالی که بازار کار در برابر اینها پاسخی نداره چون شغلی وجود نداره. به این ترتیب تا تحولی در بازار کار پدید نیاد، یعنی سرمایه گذاری های بنیادی اساسی انجام نگیره، سرمایه های ملی و بین المللی بسیج نشه، به ایران جذب نشه، ایجاد اشتغال نخواهد شد و این قصه ها راه به جایی نمیبره. در واقع حرفای معقولی رو مشاوران اقتصادی دولت زدن، مسئولان دولت حرفایی زدن که به نظر من چندان هم معقول نیستند. این خلاصه داستان اشتغال و اشتغال فراگیر دولت. ممنونم آقای دکتر. میخواستی مطلعی بفرمایید؟ نه قربان. یه پرسش دیگه دارم و اون این است که دولت روحانی، دولت 11 وعده کرده بود که ارز رو از حالت 2 یا چند نرخی که یکی از منابع فساد و یکی از منابع رانتخاری است خارج بکنه، که این عملی است که نشد. آیا دولت 12 به این کار میپردازه؟ انشاءالله. ببینید، دولت 11 وعده کرده بود که نرخ و تک نرخی بکنه. این کار قبلا در دولت خاتمی هم در مدت کوتاهی انجام گرفت. جان کلام این است که شما وقتی نرخ دوگانه یا چندگانه برای ارز دارید، بگی برای فلان دستگاه به این قیمت میدیم دلار رو، برای این دستگاه برای این منظور به این قیمت میدیم، بازار آزاد هم برای خودش قیمت خودش داره، ولو که در بازار آزاد هم قیمت ارز رو عملا دولت تعیین میکنه، برای اینکه دارنده تقریبا کامل ارز دولت در ایران. به این ترتیب این درجه اول زمینه تعریف شده فساد و رانت در ایران، یعنی شما وقتی ارز رو به صورت ارزان مثلا در اختیار سپاه قرار میدید، اینا میتونن به سادگی ارز رو از شما بگیرن، در بازار آزاد بفروشن، بیان که دست به هیچ فعالیت مفیدی بزنن. در نتیجه رانت از اینجا پدید میاد. کسانی که نظر کرده نظامن و حق دارن با نرخ‌های پایین‌تر ارز رو از دولت بگیرن، میگیرن و هیچ نیازی به تولید کردن و کار کردن و تجارت کردن هم ندارن. در برابر تولید کننده باید با اون قیمت رسمی از دولت بگیره و به کار واردات صادرات بپردازه. به این ترتیب از میان بردن چندگانگی نرخ ارز یک ضرورت فوری و فوتی است و برای این هیچ بهانه قابل پذیرش نیست. این کار رو می شود در عرض 3-4 ماه انجام داد، بیان که هیچ اخلالی در این زمینه پدید بیاد. نکته دوم این است که تک نرخی کردن یک مسئله است، ولی آزاد کردن قیمت ارز یه چیز دیگه است. برای اون راه طولانی داریم. دولت حتی اگر بخواهد
سالها در این زمینه باید قدم بزنه، راه طولانی است. یعنی اینکه همین نرخ مثلا 3880 تومان برای دلار در واقع ولو در بازار آزاده، ولی ناشی از مقدار دلاری است که دولت تزریق میکند به بازار، در نتیجه در نهایت دولت تعیین کننده این نرخ هم است. شما چگونه میتونید قیمت دلار رو به طور متوسط 3500 تومان طی سالهای گذشته نگه دارید، در حالی که ریال طبق آمار رسمی حداقل 12-14-15% تورم داره، در حالی که دلار 2-3% تورم داره؟ این قانون بسیار ابتدایی در اقتصاد، اون پولی که تورمش بیشتره چون قدرت خریدش کمتر میشه، در برابر پولی که تورمش کمتر هست ارزونتر میشه. یعنی ریال باید روز به روز به علت همین تورمش در برابر دلار ارزونتر بشه. به این ترتیب اگر این در اختیار بازار آزاد قرار بگیره، یعنی به صورت آزاد در بیاد، اون وقت میشود امروز پیش بینی کرد که قیمت دلار بالای 5000 تومان تثبیت خواهد شد. به این ترتیب این دو مسئله از ضرورت‌های اقتصاد ایرانه. برای سالم شدن اقتصاد باید دلار در نهایت آزاد بشود، یعنی تمام ارزها قیمتشون بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار تشکیل بشه و در اونجا عرضه کننده دلار هم از انحصار دولت در بیاد، بخش خصوصی توسعه بکنه، رشد بکنه، مردم پولی که در برابر صادرات خودشون میگیرن اینو در بازار آزاد بفروشن و در این تقابل فروشنده و خریدار قیمت ارز تعیین بشود. ولی گام اولی که فوریت داره تک نرخی کردنه، برای اینکه جلوی خاص خرجی کردن و راندخاری گرفته بشه. این در برنامه دولت هست، ولی چقدر موفق خواهد شد باید فقط ببینیم. خیلی ممنون دکتر. آخرین پرسش، امیدوارم وقت داشته باشیم. دولت روحانی بار دیگر به تعیین حد اکثر نرخ بهره بانکی 15-18% که سود بانکی می نامند اون رو برخواسته، در حالی که بانک ها به امضای قراردادهای 21-24% با مشتریان خود اقدام می کنند. چرا این بلبشوی بانکی همچنان پای می فشرد و حل نمی شود؟ 8 دقیقه وقت. بله، نظام بانکی دچار گرفتاری فراوانه. قبلا در برخی از زمینه‌هاش صحبت کردیم. یکی از این مسائل دولت در اینجا این است که ما در ایران در واقع دو تا نظام بانکی داریم، یکی نظام بانکی دولتی است، یکی دیگه نظام بانکی غیر بانکی است، یعنی شرکت‌های تعاونی اعتباری. این شرکت‌های تعاونی مثل کاسپیان که یک برنامه روش صحبت کردیم، اینها مقید نیستن به دستورات و ضوابط بانک مرکزی. در نتیجه مثلا هر بانکی باید درصد معینی از پسنداز از سپرده‌های انجام گرفته رو نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذاره. اینا چنین تعهدی ندارن. چون چنین تعهدی ندارن پول برای اینا ارزون‌تر تموم میشه، یعنی تمام پول سپرده‌های گرفته شده رو میتونن با بهره به مشتریاشون بدن، در حالی که بانک اینها ناگزیرن مثلا 10-15% پول رو به بانک مرکزی بسپرن و برای اون بهره نمیگیرن، در اینکه پول برای اون بانک ها گرونتر تموم میشه. حالا دولت، اصولا دولت نباید در تعیین نرخ بانکی یا سود بانکی یا بهره بانکی دخالت بکنه، ولی چون دیوار از نخست کج نهاده شده تا به اینجا کج رسیده، در کنار یک تورم 15%، خب بانک ها بهشون گفته میشه که شما با بهره 15% حد اکثر 18% تعریف شده است، این چنین باید وام بدید و از سپرده برای سپرده گذاران هم اینقدر باید بهره بدید نه بیشتر. در نتیجه بانکایی که میدونن در بازار آزاد میتونن این پولهایی گرفته شده رو با بهره های بالاتری وام بدند یا در زمینه های سودآورتری به کار بگیرند، اینها عملا
برای اینکه به قانون رو هم دور زده باشند، عرض کنم به مشتریاشون میشناسن، میگن فلان مشتری که ارقام قابل توجهی پول داره اینا رو دعوت میکنن، میگن که قرارداد یک ساله با ما امضا کنید که پول شما حداقل یک سال نزد ما میمونه، ما بهره 24% به شما میدیم. در نتیجه تا این مسئله بلبشور که در نظام پولی کشور وجود داره حل نشود و تکلیف مؤسسات غیر بانکی با ادغام اونها در نظام بانکداری حل نشه و اینکه نظام بانکداری از صورت دولتی بیرون نیاد و به صورت در دستگاه خصوصی به عنوان مؤسسات مالی وارد کار نشن، این مشکل ادامه داره و در نتیجه این مسئله نرخ گذاری که هر چه زودتر باید پایان بپذیره، برای اینکه این نرخ گذاری خلاف منطق بازاره. این نرخ سود بانکی رو بانک‌های تجاری خودشون در پرتو عرضه و تقاضای پول تعیین میکنند. تنها نرخ دولت‌ها تعیین میکنند یا بانک‌های مرکزی تعیین میکنند که خود بانک مرکزی هم در خیلی از کشورهای دنیا غیر دولتی است. اینها نرخ تنزیله، نرخ تنزیل رو بانک مرکزی تعیین میکنه، بعد نرخ بین بانکی رو خود بانک‌ها تعیین میکنند و نرخ بازاری رو هم، نرخ تجاری رو هم خود مؤسسات باید تعیین میکنند. به این ترتیب تا این مسائل حل نشه، این بلبشوی بانکی به اعتبار شما ادامه پیدا خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم ازتون. تا یک گفتگوی دیگری به زودی. سپاسگزارم قربان. و بنده هم سپاسگزارم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند و برنامه های دیگر، و تشکر میکنم از کارگردان برنامه‌مون آقای بهروز مشکینیار. شب روزتون خوش.